سیاوش جان سلام، خیلی ممنون از اینکه قبول کردی تو پروژه آدم‌ها و ریاضی شرکت کنی. من فکر کنم که من برای اولین باری که برای خودم یه پارتی بازی کردم و فقط میخوام در واقع رو اون بخشی از سیاوش تمرکز کنم که خیلی ها تجربهش کردم ولی هیچ وقت از خود زبان خود سیاوش نشنیدن و اون معلمیه. از اینجا به بعد گوی و میدان دست شما. حالا که خواستی من خودم شروع بکنم، آره یه کمی هم سرگردونم که از کجا شروع بکنم چی بگم، ولی خب حالا شروع میکنم دیگه. حالا من قبلش فکر کردم یکی دو ساعت پیش یه چیزایی رو کاغذ آوردم که بگم. خب ببین، اولی چیزی که واسه خود من یه کمی تعجب آور بوده که من نسبتاً از میشه گفتش که معلمین یه جوری از نظر دیگران حداقل موفقیت آمیز بوده، یعنی یه طوری به نظر میاد که مردم راضی بودن. یعنی واسه من خودش تعجب آور بود از یه نظر. تعجب آور از این نظر که من در بچگی یا جوانی تصویری از خودم نداشتم اصلا به عنوان معلم. یعنی اصلا فکرشو نمی کردم. علاقه مندی من به ریاضی اصلا جنبه تدریس نداشت. یعنی من چیزی که بود اواخر دبیرستان و اوایل دانشگاه خیلی علاقمند بودم به اینکه مثلا یه چیزای ریاضی کشف کنم و گاه گاهی هم یه چیزای کوچیکی کشف میکردم، مثلا مسئله میفرستادم به امریکن ماتماتیکال مانسلی، معمولا با اسم مستعار، یعنی همیشه با اسم مستعار، ولی دوستشون چیزای کشف کنم. و همیشه تصویری که از خودم داشتم این بود که یه کسی باشم که تحقیق بکنم تو ریاضی، پژوهش بکنم. و اینکه مثلا حالا به عنوان معلم موفقیت داشتم یه کمی برای خودم عجیب بود. یعنی حالا من میتونم چند مرحلهش رو بگم. اولین باری که تعجب کردم این بود، دانشجوی دکترا که بودیم مثل خیلی بچه های دیگه تیه بودم دیگه، تیچینگ اسیستان یا دستیار آموزشی بودم و اینها تابستون ها یه تعدادی از تیچینگ اسیستان هایی که به نظرش حالا یه جوری دانشکده چیز میکرد، یه پایش میکرد، مانیتور میکرد، من هم چجوری میگردن، ولی یه عده رو انتخاب میکردن به عنوان اینکه خودشون مستقل درس بدن، این درس های کلکلس و اسلایس و دیفرنسیل انتگرال. من چیزی که تعجب کردم اینه که در یه مرحله من یکی از شیش نفری بودن که انتخاب شده بود و واسه دانشکده که مستقلا درس بودن. و این واسم جالب بود چون من از در بین 6 نفر تنها کسی بودم که زبان مادری انگلیسی نبود و اون وقت هم خب بچه ها حساس بودن به این کسی که صحبت میکنه بتونه حرفشو بفهمه این حرفا. به هر حال خب این واسه من خیلی عجیب بود، خود من کمی تعجب کردم که چطور من انتخاب شدم و خب این یه مقدار احساس غرورم میکردم به دیگران هم میگفتم. این یه مورد بود از موردهایی که مثلا حس کردم که خب یه میتونه، ولی زیاد در موردش فکر نکردم. خب تو جالب بود برام، گفتم به دیگران هم میگفتم ولی خب مهم. یه مورد دیگه که هیچ وقت یادم نمیره، تازه دکترامو گرفته بودم، یه سالی دو ترمی در برکلی درس دادم و فکر میکنم ترم دومش بود که من و یه نفر دیگه که الان میگم کی بود، هر کدوم یه کلاس کلکلس بزرگ مثلا 200 نفری داشتیم که قرار بود درس بدیم. اون شخص دیگه کی بود؟ خانم کرن اولمبک بود که یکی از برندگان مدال جایزه آبل شده، دو سال پیش فکر کنم جایزه آبل برد. اون وقت اونم پستاک بود تو برکلی یه جوری. و حالا هر کدوم مقرر بود یکی از این کلاس رو درس بدیم و پیشنهاد اون این بود که ما با هم مرتب هفتگی یه جلسه بذاریم و در واقع هماهنگ بکنیم و یه مقدار صحبت بکنیم، چون که خب طبعا من قبول کردم. و بعد از یه مدتی خیلی احساس ناراحتی میکردم، یعنی حس میکردم حرفی ندارم بزنم در حالی که کرن دائما حرف داشت بزنه، یعنی یه فلسفه خیلی جامعی داشت در مورد آموزش و آموزش ریاضی و این مسائل، و آدم آرتیکلاتی هم بود کلا. و
ماشاءالله حرف میزد حرف میزد، منم معمولا گوش میکردم و واقعا کانتریبیوشن زیادی نداشتم تو این حرفا. گاه گاهی در میرفتم میگفتم، مثلا بهانه می آوردم میگفتم جلسه یه هفته ای رو بکنیم، دو هفته یه بار، خلاصه یه طوری سعی میکردم از این جریان در بیارم. و همیشه احساس میکردم که این حتما داره شاهکار میکنه تو درس دادن، چون من هیچ کدوم این افکار و این ایده های پیچیده اینو نداشتم راجع به امور. من رفتم کار خودم میکردم دیگه، یعنی هیچ فلسفه خاصی هم نداشتم، یا اقلا به طور آگاه فلسفه خاصی نداشتم. خلاصه گذشت، ترم تموم شد، ترم تموم شد، بعد طبق معمول این آخر ترم یک مثل ایران اونجا کوشنری میدادم به بچه ها که پر بکنن، معلم ها رو ارزیابی بکنن این حرفا. خب این ارزیابی ها در اومد و نمره از 0 تا 7 میدادم بچه ها. خب خیلی تعجب آور بود، من گرفته بودم 6 و 3 که یکی از بگم بالاترین نمرات دانشکده بود، و کرن 3 و 2 یه همچه چیزی گرفته. خیلی برای من تعجب آور بود، چون او خیلی بیشتر میدونست راجع به آموزش این حرفا و چقدر خوب صحبت میکرد راجبش، و من واقعا خجالت میکشتم باش رو به رو بشم تو دانشکده بعد از اینکه این ارزیابی ها رو داده بودن. و خب واسه خودم هم یه مقدار بحث چیز بود، قابل تعمل بود که خب چه اتفاقی افتاده، چون من که چیز بسیار فلسفه خاصی نداشتم راجع به آموزش، اقلا گفتم به طور خودآگاه. من میخوام یه سری چیزها رو بگم که در عمل به نظرم اومده که مؤثر در آموزش. من اون وقت چیزی که تنها چیزی که به ذهنم برسید این بود که خب من خودم وقتی یه چیزی یاد میگیرم تو ریاضی، همین که میرین بعضی ها هستن خیلی شاید شهود قوی دارن یا خیلی باهوش ترن چی هست، یه چیزی که یاد میگیرن میرین بلافاصله دنبال مثلا فتح بعدیش و فتوحات بعدیش. من یه چیزی رو که یاد میگرفتم یه مقدار زیادی تو ذهنم میچرخوندمش، سعی میکردم روش واریاسیوناشو پیدا بکنم، یا اینکه فکر کنم اینو واقعا فهمیدم یا نفهمیدم، فهمیدنش یعنی چی، یعنی من میتونم برای یک کسی دیگه بگم، نه به این ایده که مثلا آموزشگر خوبی باشم، بلکه یعنی یه جور تست فهمیدن خودم بود، با خودم یه مقداری حرف میزدم، حس میکردم که شاید این مطلب که من نگاه میکنم به موضوع، موضوعی که به نظرم اومده فهمیدم از دیدگاه های مختلف و اینها، و یه طوری نقادانه به موضوع نگاه میکنم، سعی میکنم باز فهم خودم ببرم زیر سوال این چیزا، شاید اینها یه نقشی داره در این که مثلا خودم رو یه جوری بذارم جای دانشجو و این چیزا. حالا این به هر حال یه موضوع بود. بعد من در طی این سالیانی که درس دادم، ببینیم مثلا من دکترم سال 1348 گرفتم، یه 5 سالی تو امریکا بودم، بعدش آمدم ایران از سال 53 درس میدادم تا سال 91 که بازنشسته شدم. بعد از بازنشستگی من یه 2-3 سالی درس ندادم، بعد دوباره باز معمولا ترمی یه درس دادم. و اینا در طول این مدت یه چند تا چیز به نظرم رسیده که مهمه در مورد درستم، بعضیش به طور خاص در مورد ریاضیه، بعضیش فکر میکنم به طور کلی. حالا اینا رو بگم، یکیش من فکر میکنم حساسیت به کلاس. من مثلا دیدم که بعضی همکارا هستند که خیلی دقیق تر از من فکر میکنن راجبه این که چی باید بگن، برنامه خیلی دقیقی دارن، دقیقا تنظیمش میکنن برای 50 دقیقه یا 75 دقیقه هر چی مدتی که هست، تقریبا میشه گفتش که لغت به لغت میدونن چی میخوام بگن و برن سر کلاس. من فکر کنم این روش خیلی خوبی نیست، یعنی به این صورت شما حساسیتتون رو از دست میدید. شما روبرو میشید با یه عده انسان که این انسان ها ممکنه بعضیشون شب خوب خواب نرفتن، بعضیشون مسائل دیگه دارن تو زندگی، اینا میان اونجا
و شما اگه خیلی دقیق برنامه ریزی کرده باشی میخوای چیکار بکنی اونجا، ممکنه روبرو بشی با یک جماعتی که نتونی باشون ارتباط برقرار بکنی. بنابراین من فکر میکنم که یکی از کارهایی که اول ساعت میبایست تو کلاس کرد و خود من میکردم، حالا یه مقدارش آگاهانه یه مقدارش ناخودآگاه، این بود که یه طوری جو کلاس رو بسنجم. یه وقتی شما مقابل یه کلاس 200 نفره هستی و بعد میدونی که اون روز تو اون کلاس نمیشه دو تا اثبات گردن کلفت ارائه کرد، یه جوری باید کوتاه بیای. یعنی اگه برنامه قبلی تن بوده باید یه جوری کوتاه بیاد یه جایی دیگه تلافیشو بکنی، یه سعی کنی که مثال بیشتر بزنی این حرفا. بنابراین من یه مطلب مهم اینه که فرد هر چه قدم قبلا خودش رو آماده بکنه، من فکر می‌کنم این کافی نیست. شما باید بری با در ارتباط هستی با یه جمع، باید یه نوع حساسیت داشته باشی، یه کانالی باید ایجاد بکنی واسه ارتباط با اون جمع. و اگه خیلی برنامه ریزی کرده باشی از قبل، من فکر میکنم گاهی وقتا این منجر به شکست میشه. یه مطلب دیگه که من متوجه شدم، یعنی آره دو تا مثال میخوام براش بزنم. ما حرف زدن زیاد، این مربوط به ریاضی میشه به طور خاص، حالا میخوام یه مقدار راجبش تو بعد کنم. و اونی که یکی از اشکالهایی که بعضی معلمین ریاضی دارن اینه که زیاد حرف میزنن. حالا این چجوری الان میگم بهتون، بزن مثال بزنم. من بچه هم که مدرسه بودن گاهی وقتا مدیرای مدارس تو ایران میخواستن، حالا یا برای خودشیرینی بود یا برای احترام بود هر چی بود، وقتی میفهمیدن من استاد دانشگاه میگفتن که آره بیایید گاهی وقتا کلاس های ما رو یه بر نگاهی بکن، شما ببینید اگه نظری داری بگو. البته هیچ وقت هم نظرات ما رو اعمال نمی کردن، حتی یا معمولا یادشون میره حتی بپرسن، ولی خب واسه من جالب بود، آموزنده بود. یه چیزی که من متوجه شدم اینه که دوره راهنمایی به خصوص از من زیاد خواسته میشد، زیاد که نه یعنی دو سه بار چند بار رفتم، متوجه شدم که چقدر این معلم ها حرف میزنن، اصلا اینقدر حرف میزنن. به من البته اونجا احساس کردم که این حرف زدن زیاد یه حربه است برای کنترل کلاس، چون همین که ساکت میشدن یه جوری یه همه همه بلند میشد و بچه ها میخواستن. حالا یا اون معلم نمیخواست جلوی من یه وقت مقابل سوالی قرار بگیره که نتونه خیلی خوب جواب بده، که فکر نمیکنم این بود، میتونه سوال دانش آموز جواب بده، ولی بیشتر من فکر میکنم ترس داشتن از اینکه کنترل کلاس از دستشون بره، در نتیجه متکلم وحده بودن و اصلا فرصت نمیدادن. یعنی فرصتی هم که میدادن به شاگردا، یه خودشون خیلی دقیق میگفتن خب حالا مثلا الان سوالی داری بگو فلانی، تو مثل که یه سوال داشتی، اگه یه کسی برگشته بود میخواست با کنارش حرف بزنه نرفا. ولی فرصت ببین، حرف زدن زیاد من فکر میکنم که اولا من فکر میکنم این حالا این برمیگرده به یه جوری به نگرش فلسفه آدم به ریاضی. من فکر میکنم علی اصول فعالیت ریاضی مثل خیلی دیگه دیگران، فکر میکنم فعالیت ریاضی فعالیت زبانی نیست، حرف زدن زیاد و کوشش زیاد برای یاد دادنش با تکلم و صحبت کردن لزوما منجر به موفقیت نمیشه. من فکر میکنم که حتی گاهی وقتا سکوت، کشیدن شکل، مکس کردن، این چیزا و حتی استفاده کردن از وسایل دیگه خیلی بیشتر کمک میکنه به اینکه دانش آموز یا دانشجو موضوع رو بفهمه تا اینکه آدم بخواد حرف بزنه زیاد. باز جای دیگری که من دیدم حرف زدن زیاد اثر معکوس داره، در سطح دانشگاه دیدم بعضی اساتیدی که یه چیزایی رو یک شهودای خیلی خوبی دارن تو موضوع، به خصوص موضوع هندسی، من زیاد دیدم تو توپولوژی اینا اتفاق میفته و همینطور درس فیزیک دیدم زیاد اتفاق میفته، یه استاد یک شهود خیلی خوبی داره راجع به یه چیزی و میخواد با حرف زدن زیاد این شهود رو منتقل بکنه به بچه، و این اکثرا ناموفقه. خیلی وقتا میدونی شروع میکنه به یه زبانی گفتن، بعد احساس میکنه که منگار
موفق نبوده، شروع میکنه به یه زبان دیگه، خلاصه یه سمفونی خیلی بدی ایجاد میشه، انگار شما یه تم ناجوری داره، این تم رو میخواید با به هزار نوع انتقال بدی و هیچ کدومش هم موفق نیست. و آخرش وقتی میپرسن بچه فهمیدیم، بالاخره بچه ها یا تو رو دروسی استاد میگن فهمیدیم، یا اینکه میترسن بگن نفهمیدیم، فکر کنن خنگن اینا. و این بزرگترین چیز دیگه، یعنی بچه ها فکر میکنن، به خصوص وقتی استاد سعی میکنن این چیزی رو شهودی به اصطلاح خودشون واسه بچه ها توضیح بدن، بدون اینکه متوجه بشن شهود آدم ها فرق داره. یکی شهود آدم ها فرق داره، یکی دیگه اینکه یه چیز شهودی رو لزوما نمیشه به زبان آورد، و به زبان آوردنش ممکنه احتیاج داشته باشه به یک مهارت خیلی بالایی این شهود. و اکثر ریاضی کارا و فیزیک کارا ممکنه اون چیز رو نداشته باشن، اون مهارت زبانی رو نداشته باشن. و من دیدم که آدمایی که واقعا یه چیز رو خیلی خوب میفهمن، شهود خیلی خوب دارن، کوشش هم میکنن، واقعا کوشش خیلی صادقانه میکنن واسه اینکه این شهود رو منتقل بکنن، و نه تنها موفق نیستن، حوصله بچه رو سر میبرن، وقتی کلاس رو میگیرن زیاد، و این اتفاق دیدم زیاد میفته. بنابراین چیزی که به نظر من مهمه تو معلمی، به خصوص معلمی چیزای مثل ریاضی و فیزیک، این هایی هست که آدم حرف زدنش خیلی روش حساب بود، یعنی حرف زدن باید محدود باشه، خیلی سنجیده باشه و حساب شده باشه. حرف زدن زیاد فقط موجب انحراف میشه به نظر من. این یه موضوع. باز یه چیز دیگه که من یعنی کوشش خاصی نکردم، ولی هیچ وقت احساسش نکردم، خیلی وقتا میبینم که بعضی همکارا شاکی هستن از اینکه بچه ها یعنی و دانشجو دیگه امروزه درس خون نیستن، همهشون دنبال فلان چیز هستن. نمیدونم، من هیچ وقت این احساس رو نکردم، راستش همیشه احساس کردم که دانشجو روز به روز بهتر میشه. حالا اگه بهترم نشن احساس نکردم که بدتر میشن. بعضی به من میگن نه تو توی دانشگاه خاص هستی، ولی تو همین دانشگاه خاص هم من میبینم که همکاران خیلی هاشون شاکی هستن در مورد دانشجوها. و عرضم به حضورتون که من همچین احساسی نداشتم. حالا یه مطلب دیگه که این واقعا باز استاد و سبکای مختلف دارن، من هیچ وقت تو کلاس حالا این غیر از مثلا سمینارهای خیلی کوچیکی که خیلی خودمونی ها، تو کلاس درس معمولی هیچ وقت یه دانشجوی رو مخاطب قرار نمیدم. یعنی احساس میکنم که هر دانشجوی، هر فردی که اونجا نشسته یه حریم خصوصی داره که من نباید به اون تجاوز بکنم. هیچ کاری هم ندارم که کسی داره، یعنی سعیم میکنم و گفتم حساس هستم، سعیم میکنم که توجه بچه رو جلب بکنم، ولی این یه راهش، این نمیدونم که دانشجو رو مخاطب قرار بدم یا بخوام بیارمش پایتخت. هیچ وقت در عمرم این کارو نکردم که یه کسی رو بگم بیا پایتخت یا یه کسی رو مخاطب قرار بدم. واقعا فکر میکنم این تجاوز به حرم خصوصی شده. ببین شما هیچ راهی ندارید که حتی یه کلاس متوسط 30 نفره 40 نفره همه رو هماهنگ بکنی با. هر کسی میاد اونجا مسائل خودشو داره، چیزای خودشو داره. من بگم همه اونا که بلند میشن میان اونجا واقعا آمدن واسه یک هدفی، حالا ممکنه موفق نشن اونجا، ولی به هر حال چیز نمیتونی انتظار داشته باشی همه یه جوری با شما باشن و اون رشته فکری که شما داره بگیرن لزوما دنبال بکنن. یه عده هستن که نه، فقط به طور اتوماتیک اگه استاد نسبتا خوب پایتخت چیزا رو بنویسه مینویسن، سعی میکنن بعدا بفهمن یا یه کسی با یه کسی بحث بکنن راجبش. حالا یه عده دیگه فقط میخوان دنبال اینه که ببینن امتحانه مثلا میان ترم کی هست، یا یه طوری بفهمن این استاد چه چیزهایی رو تاکید میکنه، چه چیزهایی رو آماده بشن برای امتحان اینا. به هر حال شما نمیتونی از زندگی همه رو کنترل بکنی یا فکر همه رو کنترل بکنی. بنابراین من واقعا یه کاریست که خیلی دقت کردم هیچ وقت نکنم، هیچ وقت فرد به خصوصی رو مخاطب قرار نمیدم. بعد
باز یه چیز، حالا باز خواستر راجع به ریاضی بخوام صحبت بکنیم، من گفتم زیاد حرف ندارم بزنم به دوست من، ببینید دارم صرفا از روی چیز خودم، تجربه خودم میگم. ببین من کلاس های بزرگ همین ریاضی عمومی تو ایران یا کلکلس به قول انگلیسی زبانه زیاد درس دادم و ظاهرا حالا از کتابم خیلی متنفرن ولی از درس دادنم معمولا راضی بودن. و جریانش اینه که اولا من حالا میخوام چند تا چیز راجع به اینو بگم. ببینید هم تو ایران هم در خارج دو سبک برخورد هست با این جریان، چون عده زیادی دانشجو از رشته های مختلف میان درس ریاضی عمومی یا این کلکلس رو میگیرن، چه در ایران چه در خارج، دو جور برخورد با این هست. بعضی دانشگاه ها کلاس های بزرگ دارن و بعدا برای به کلاس های تمرین دارن که این بچه رو گروه های کوچکتر تقسیم میکنن، یه استاد میاد کلاس بزرگتر رو درس میده، بعد تو این کلاس های تمرین معمولا دانشجوهای دوره دکترا یا فوق لیسانس میرن کلاس های تمرین رو تدریس میکنن و حل مسئله و اینجور چیزها. ولی بیشتر جاها من دیدم که اینطوری نیست، بیشتر جاها کلاسشون از اول در یه حد کوچیک یا متوسطه. مثلا دیدم که دانشگاهی هستن که مثلا فرض کن اگه 400 نفر رو قرار درس بدن یا بیشتر هم حتی 800 نفر قرار درس بدن، 800 نفر ممکن تقسیم بکنن به 40 کلاس 20 یا 20 کلاس 40 تایی یا یه چیزی مثل این، و بعد یه برنامه دقیق میدن میگن که همه مدرسین این برنامه رو درس بدن، اینقدر درس بدن. به نظر من این خیلی بده. حالا من میخوام یکم معذرت چه بگم، به نظر من اون نوع اول که سعی کنن یه استاد جا افتاده برای یه کلاس بزرگ درس بده و بعدا کلاس ها رو تقسیم بکنن به گروه های تمرین، به نظر من خیلی بهتره. حالا به دلایل متعدد، یکی این که به نظر من این ریاضی عمومی یا حساب دیفرانسیل انتگرال یه چیز بسیار مهمه، مهمترین حربه است که ما در علم کمی علم دقیق داریم در دنیا، هیچ چیزی از این مهمتر نیست تدریسش. من فکر می‌کنم خیلی مهمه که دانشجو بفهمه این چیز، و این دانشجو بخواد بفهمه من فکر می‌کنم با تجزیه این به یک کپسولای کوچیک، هیچ وقت عملی نیست. من چرا عملی نیست؟ ممکنه در یه مقطع خاصی اگه شما 40 نفر 20 نفر رو خیلی آموزش داده باشی یه جور خاصی درس بدن، یه جوری مؤثر باشه که مثلا به دانشجو یاد بده که چجوری تو امتحانا قبول بشه. ولی ببینید شما تو کلکولوس روبرو هستی با یه اتفاق خیلی مهمی که تو تفکر بشری افتاده، یعنی روبرو هستی با اختراع حساب دیفرانسیل انتگرال، یعنی یه انقلاب فکری مهم بوده که برای اولین بار باعث شده که انسان بتونه به مسائل غیر خطی کار بکنه، بتونه مثلا حجم و مساحت یه چیزی که از چیز راست قطعات صاف تشکیل نشده غیر از چیزهای مدور حالا استثناست بتونه واقعا باش برخورد بکنه به طور کلی. و همینطور پیدا کردن بوماس، پیدا کردن بوماس برای منحنی یه چیزیست که تمام این قدما نتونستن این کار بکنن. بوماس رو چجوری تعریف میکردن؟ بوماس بر چیز غیر خطی، یعنی دایره رو تعریف میکردن خطی که عمود باشه بر شعاع. بوماس بر مثلا مقاطع مخروطی که یکی از موفقیت های بزرگ ریاضیات باستان بود اینجوری تعریف کردن که چی بود؟ اگر دو تا کانون وصل بکنیم به نقطه تماس زاویه مساوی بشه، زاویه تابش مساوی زاویه انعکاس، زاویه تابش و انعکاس برابر بشه، که اینا هیچ کدومش خود ذات مماس بودن رو نمیرسوند مفهوم ارسطویی. یعنی خیلی جالبه که ارسطو هیچ وقت اینجا ایراد نگرفته که این مماسی که این ریاضیدانها تعریف میکنن هیچ وقت با ذات مماس بودن ارتباط نداره، بلکه یه خاصیت عارض بر مماس بودن دارن به عنوان تعریف قرار میدن. خب ببین این اتفاق نیفتاد تا اینکه حساب دیفرانسیل انتگرال در واقع پدید اومد. خب ببین یه اتفاق بزرگی در تاریخ بشر افتاده. ببینید تو درس فیزیک میاد کشف جاذبه یا نسبیت یا کوانتوم با چه تفصیلی
درس میدن و چقدر راجع به تاریخش حرف میزنن چقدر، ولی این اتفاق بزرگ که پایه همه اون چیزاست افتاده در تاریخ تفکر بشری، اینو وقتی شما میان تقسیمش میکنی به کلاس های 20 نفره 40 نفره، میدی دست یه اسیستانی که خودش بی تجربه است بس خودش هم نمیدونه این چیزا را، بیای درس بدی، خب هیچ وقت دانشجو نمیفهمه چه اتفاق مهمی رخ داده و چه چیز مهمی داره یاد میگیره. حالا ممکنه بعضی استادان ندونن، ولی مهمه که شما کوششتون رو بکنید و سعی بکنید حق مطلب رو ادا بکنید در ریاضی. و این حق مطلب رو من فکر میکنم فقط یه استاد جا افتاده ای که خودش یه مقداری فکر کرده راجع به این مسئله، یه مقدار راجع به تاریخش میدونه، این چیزا رو بتونه ادا بکنه. بنابراین من کلاس مخالف کلاس های بزرگ نیستم. تو این کلاس های بزرگ اون پرش ذهنی که اون باید دانشجو برای صورت بگیره صورت میگیره، ولی خب حل مسئله که مهمه. ببینید چرا حل مسئله غالب شده؟ چون همه نیاز دارن به حساب دیفرانسیل انتگرال. بنابراین مردم اصلا اینکه این چیز مهمیه تو تاریخ تفکر بشر فراموش کردن، گفتن چجوری مثل هنرستان یا مثل کلاس تعلیمات حرفه‌ای یاد بچه بدیم که وقتی روبروش شد با مسئله چجوری محاسبه بکنه، چی کار باید بکنه، چه فرمول استفاده بکنه. یعنی در واقع اون اتفاق بزرگی که رخ داده از نظر تفکر اینجا کاملا مغفول میمونه. خب بنابراین من در مورد حساب دیفرانسیل انتگرال شدیداً اعتقاد دارم به اینکه این باید درست درس داده بشه. اون جنبه محاسباتی، جنبه در واقع استفاده عملیش به جای خود، اونم میتونه تو کلاس های تمرین انجام بشه. ولی بنابراین این یه چیز بنابراین یکی دو تا موضوع دیگه هم بگم در محاسن این کلاس های بزرگ در مقابل، یا در واقع بگم در مذرات و این کلاس های کپسولی. عرضم به حضورتون که ببین یک مسئله نوآوریه. من فکر میکنم وقتی شما کلاس ها رو کوچیک میکنید، تبدیل به کلاس های کپسولی میکنید با یه فرمول مشخص که همه باید دنبال بکنن، دیگه امکان نوآوری رو واقعا خیلی کم میکنید یا از بین میبرید. ولی تو کلاس های بزرگ من با این شرایطی که گفتم، اگه کلاس بزرگ سپرده بشه دست یه استادایی که در واقع با تجربه رو اینها احتمالا ایده های خواهند داشت و میتونن اگه علاقه من باشن به چیز. حالا گفتم من تجربه شخصی خودم به عنوان دانشجو این بود که دپارتمنت ریاضی، اقلا دپارتمنت ریاضی جایی که من درس خوندم، بدترین معلم ها رو داشت. یعنی من به شما بگم من 17 تا دپارتمنت مختلف درس گرفتم در دوره لیسانسم تو برکلی، و شاید بگم که بدترین استادا تو ریاضی بودن تو همه دانشگاه، مستقل از اینکه علوم انسان، به خصوص علوم انسانی ها، علوم اجتماعی ها که خیلی اساتید واقعا خوبی داشتن، واقعا رفتن تو کلاس ها لذت داشت. ولی حتی مثلا رشته های دیگه علوم، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، اینا من حس میکردم که اساتیدی که کلاس های بزرگ درس میدن خیلی قابل استفاده تر بودن تو از ریاضی. حالا شاید یه ویژگی خاص برکلی بوده، نمیدونم چی بوده. و تو برکلی واقعا دپارتمنت ریاضیش خیلی خیلی بی تفاوت بود نسبت به آموزش. کلاس بعد یه ارزش افزوده داشت. اگه کلاس اون ارزش افزوده رو داشته باشه، یعنی یه استاد مناسبی درس بده، به نظر من واقعا یه مقدار این کانال یه طرفه است. یعنی خیلی بیشتر دانشجو هم داره یاد میگیره از استاد تو استاد از دانشجو. استاد هم میتونه چیزایی یاد بگیره از دانشجو واسه این بهتر تدریس کردن. ولی علل اصول من فکر میکنم که، حالا من واقعا خیلی وارد نیستم به سیستم انگلیس، ولی این چیزی که شنیدم اون سیستم توتوریالی که دارین در انگلیس، حالا شما بهتر میدونید به من بگین، اون خیلی مناسب تره. یعنی کلاس بزرگی باشه، یه استاد با تجربه خوبی درس بده و در واقع اون تجربیات خیلی خاصی که داره بتونه منتقل بکنه به نسل جوانتر، و بعد نسل جوانتر سوال هایی که داره، مسائلی که داره، بتونه توی توتوریال ها، توی کلاس های کوچکتر، کلاس های تمرین ها، اونها با یه فردی که مثلا از نظر سنی هم به خودش نزدیکتره یا یه حساسیت خاصی داره نسبت به جوان ها، اونجا مطرح کنه. بنابراین من واقعا این چیزی که این
نگاه انتقادی که بعضیا دارن به کلاسی بزرگ ندارن و یه سری از بهترین تجربیات خودم به عنوان دانشجو تو این کلاس‌های بزرگ بوده، حالا نه کلاس‌های بزرگ ریاضی میتونست باشه نبوده، ولی واقعا کلاس‌های بزرگ درس‌های دیگه و همیشه حسرت می‌بردم، دلم می‌خواست کلاس‌های ریاضی من اینجوری باشه. مطرح بکنیم من میتونم راجب چیزهای خاص صحبت بکنم، من مثلا نظرات خاصی دارم راجب تعلیم مثلا پیوستگی و حد، نظر خاص دارم راجب مسئله بود. من فکر میکنم که تو درس ها دو تا کوشش کردم که تو دو تا چیز این پرش ذهنی رو به وجود بیارم، یکیش در مسئله حد و پیوستگی رو، ما اونجوری که خیلی معموله تو کتابا سعی کردم درس ندم و من فکر میکنم این در واقع ببین دائما هم در دبیرستان هم در دانشگاه معلمین ما به اصطلاح برنامه ریزای ما روبرو هستند با اینکه موفق نیستند در تدریس حد و پیوستگی، ولی باز دوباره یه واریاسیونی رو همون روش رو میزنن. این اصلا اینکه نمیخوان با این مسئله روبرو بشن به طور جدی، این خیلی عجیبه و این مسئله است که در واقع ببین از زمان که مثلا توی اکولای فرانسه شروع کردن حساب دیفرنسیل انتگرال درس بدن باش روبرو بودن، به ددکین باش روبرو بوده که مدن آمده اعداد حقیقی رو تعریف کرده. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که امروزه مسئله بوده، مثلا بیاد فکر میکنم وقتی کلکولس درس میدن باید تو دو بود و سه بود بمونن چون بچه ها قدرت تجسم بالاترش ندارن، در حالی که ما امروز تو همه علوم و مهندسی روبرو هستیم با مسائل که تعداد پارامترش بیش از سه تاست و این مسئله بود دیگه ما نباید بترسیم امروز مطرح کردنش. ما هیچ دلیل نداره که نتونیم این بود بود راجب این بود صحبت بکنیم و این اگه تو کلاس کلکولس نکنی هیچ جا نمی کنن و این یه چیز مرموزی میمونه برای دانشجو، مگه واسه یه عده خودشون یه جای دیگه بفهمن و اونایی که میرن رشته ریاضی. بنابراین من فکر میکنم خیلی راحت، یعنی اتفاقا برعکس اون چیزی که یه عده فکر میکنن، چیزای مجرد و خیلی زود میشه یاد داد به بچه ها اگر شما درست بهش برخورد بکنید، نخواهید به تحمیل بکنید به بچه ها، این درست بخوای باش برخورد بکنی. من تو کلکولس چند متغیره سعی کردم که این مسئله بود را جا بندازم واسه بچه و من فکرم نمی کنم که ناموفق بودم، هیچم فکر نمی کنم که مثلا درس دادن کلکولس ان بودی سخت‌تر از کلکولس سه بودی. کلکولس سه بودی خاص به طور کل من به طور خاص من فکر میکنم که یه ویژگی‌های خیلی مشکل تری داره، همینطور که فکر میکنم حد در یه بود خیلی سخت‌تر درس دادنش در چند بود و یه سری مشکلاتی که بچه ها دارن بچه حد پیوستگی ناشی از اینه که شما رو خط یه بودی درس میدی، رو یه خط میخوای درس بدی، چون یه خط ساختارهای خیلی مختلفی داره بچه ها قاطی میکنن موضوعهای مختلف رو، مثلا ترتیب رو قاطی میکنن با چیزهای دیگه و این ساختار خیلی غنی و پیچیده خط راست باعث میشه که بچه ها به حد پیوستگی درست با واقعیتش پی نبرن. حالا یه مسئله، ولی خب این من رو سوق میده به اینکه راجبه یه چیز دیگه حرف بزنم. و اون اینه که من فکر میکنم که علل اصول دیدگاه فلسفه، نمیگم بگم همه فلسفه راجبه این چیز رو دارن، ولی باورهای فلسفی ما، حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه، باورهای فلسفی ما به نسبت به ریاضیات خیلی اثر میذاره روی درس دادن ما. من حالا یه مثال میخوام بزنم، واقعا هدفم هم این نیستش که کسی رو محکوم بکنم این چیزا، ولی اینو میخوام بگم. من پریروز، آره پریروز بود دقیقا، دعوت بودم وزارت آموزش پرورش گروه تألیف کتابای درسی و اینها به یه جلسه که خیلی هم روشن نکردن که چیه جلسه. خب من قبلا چون جلسات مختلفی بودم یه احساسی داشت، حالا ممکن بود چند گفتن که ما یه مسئلمون اینه که خیلی ها میگن که علم باید نافع باشه، شما بگو که علم نافع چیه، راجبه این صحبت کردم که خب علم نافع اصلا این حرف بی‌معنی است. وقتی شما میگی علم نافع، یعنی کلمه نافع رو به عنوان صفت برای علم دارید به کار میبرید،
این اصلا گفتم ما علم نافع و علم موزر نداریم این حرفا، یعنی چه؟ پس یه صحبت هایی کردم راجع به این که این حالا اگه مقصود کاربردگرایی است، آخه مسخره است که شما در ریاضیات سطح دبیرستان انتظار داشته باشید که یه کاربرد فوری داشته باشه. به مقدار کلا راجع به تاریخچه کاربردگرایی تو مملکتمون تو آموزش دبیرستان و غیره صحبت کردم اینا، و حالا اصلا بعد گفتم که آره در مورد کتاب ها مبدی یه آقای دیگه هم بود، دو نفر بود، یکی آقای دیگه بود که یکی از مؤلفین اصلی کتاب های ریاضی دوره دوم دبیرستان بوده اینطوری که من فهمیدم، اون یه چیزهایی راجب حرف حد راجب خودش، من بوده کتاباشون نگاه کرده بودم، به نظرم کتاباشون خیلی بده، حتی این چیزا رو نگفتم بهشون که من راجب کتابا صحبت نخواهم کرد مگه اینکه سوال بشه، چون من میدونم شماها تحت محدودیت های زیادی بودیم برای نوشتن کتاب ها، از جمله اینکه گفتن علم نافع رعایت بکنید این چیزا، ولی گفتم من هم کتاب ریاضی رو نگاه کردم، هم کتاب های فیزیک رو. البته اگر سوال میشد از من، که سوال نشد خوشبختانه، من علتی که نمیخواستم اونجا انتقاد بکنم اینه که کتاب هایی که این یه ایده از منتقدین کسانی هستن که کتاب های قبلی رو نوشتن و کتاب های قبلی هم به نظر من بهتر از اینا نبود، حالا هر کدومش یعنی از نظر من مسائل مشترکی داشتن اینا، بنابراین اگه از اینا انتقاد میکردم نمیخواستم کسی استفاده بکنه به یک حتما پس کتاب قبلی خوب بوده. من ولی به نظر خود من این کتاب ها مثل جسد ریاضیات، یعنی واقعا اگه کسی صحبت کرده بود من میگفتم که آقا اگه یک کسی بخواد تو ریاضی حد و پیوستگی رو بفهمه کتاب های فیزیک دبیرستان بخونه بهتر میفهمه تا اینکه کتاب ریاضی رو بخونه، چون این کتاب ریاضی میدونی واقعا کوشش کرده بودن که به طور خیلی ریگورس دقیق این چیزها رو بگن، و این باعث شده بود که اینا تمام ریاضیات ذره ذره بکنن، تمام روحش رو نابود بکنن، تبدیل یعنی دقیقا این جسم که میگم مرده که میگم اینه، یعنی من انگار که شما یه مرده رو بردید تو اتاق تشریح ریز ریز دارید بگید که هر تیکش این چی کار قراره بکنه، با اینجوری برخورد کردم با ریاضیات. و خب من فکر میکنم که این ناشی از یه تربیت خاصی است و اون تربیت دانشگاه تربیت معلمی ماست که در واقع رخنه کرده، و گفتم حالا من قسم دید به من با یکی از کسانی که خیلی نسبت بهش ارادت دارم در دوران معاصر کشور اون آقای دکتر مصاحبه، من فکر کنم مصاحب خدمات بی نظیری کرده فرهنگ مملکت ما، در به خصوص در زمینه ترجمه، در زمینه دقت در نوشتار، صداقت در نوشتار، اینجور چیزا، ولی از نظر ریاضی من فکر نمیکنم، به خاطر اینکه دکتر مصاحب در یه دوره خاصی تو انگلیس درس خونده که اون دوره خاصی است که منطق گرایان نگرش منطق گرایی خیلی غالب بوده بر جو ریاضیات در انگلیس، حالا این دید از بین رفته الان منسوخه در همه جا، ولی ایشون با اون دقتی که داشته دقیقت یه جوری این جا با سازگار بوده بود زمینه فکریش، و این آمده به طرز به نظر من وحشتناکی پیاده کرده توی اون مدرسه مدرسیش و دانشگاه تربیت معلم. و ببین اکثر کسانی که این کتاب رو می نویسن دنباله همون مکتب هست، یعنی یا شاگرد کسانی هست که توی تربیت معلم درس خوندن، یا شاگرد شاگرد کسانی هست که تربیت معلم درس خوندن، یا شاگرد مصاحبه، خلاصه و این دید حالا یه عده دیگه هم که فرض کن آمریکا رفتن، اونا هم من گفتم با کتابی هم که اونا نوشتن زیاد موافق نیستم، اونا هم با سعی میکنم تحت تاثیر بعضی کتاب های کلکلس آمریکایی یه جوری بازی مسئله حد و پیوستگی رو به طور دقیق بچپونن، حالا به این اصطلاح بکنم برای تحمیل بکنم به دانش آموز، که اصلا هیچ لزومی نداره، شما واقعا یه شهود درستی از این مطلب بدی، اونایی که لازم دارن به وقتش اینو یاد خواهد گرفت، اونم تو چارچوب درست نه چارچوب تحمیلی. به هر حال
حالا من فکر میکنم که رؤوس چیزهایی که دارم بگم گفتم. حالا شما میدونم که میتونی منو به چالش بکشی یا اینکه حالا بحث را بندازی خودت، چون خودت صاحب مکتبی و صاحب تفکری راجع به این امور. ویسه من قبل اینکه بدم سوالا، دوست دارین که در مورد خود این حد و پیوستگی چیزی بگین؟ اگه بخواین من قبل اینکه سوالام بگم میتونین حد و پیوستگی بگین یه ذره، بعد من بدم سر سوالا یه چیزی اضافه کنین. من فکر میکنم حد و پیوستگی رو علل اصول تو درس توپولوژی عمومی بچه ها بهتر میفهمن تا تو درس حساب دیفرانسیل عددی رو. چرا؟ چون که ببین حد و پیوستگی رو بدون حالا از پیوستگی شروع کنیم، حالا حدم میشه مطرح کرد ولی به خصوص در مورد پیوستگی واضحه روشنتره. در پیوستگی رو شما بدون اینکه ساختار پیوستار اعداد حقیقی رو داشته باشید، یعنی تمامیت اعداد حقیقی رو داشته باشید، میتونید مطرح بکنید. این مسئله یه نزدیکی باعث یه نزدیکی دیگه میشه، این ربطی نداره به اعداد حقیقی، اینو کلا شما میتونید مطرح بکنید. و بچه ها پیوستگی رو تو درس توپولوژی عمومی خیلی راحتتر میفهمن تا تو درس ریاضی عمومی. علتش هم اینه که گفتم تو ریاضی عمومی رو ما با حالت یه بعد شروع میکنیم، خط حقیقی، و این خط حقیقی اینقدر ساختار اضافی داره که بچه نمیدونه رو چی متمرکز میشه. واسه اینه که من برای ریاضی عمومی بعد عبده. خب حالا ما اقلا تو این برنامه ببینید، بعضیا خیلی رادیکال فکر میکنن، تو فرانسه بعضیا خیلی رادیکالن، ممکنه که بیان توی از سال اول تو بولوژی عمومی اول درس بدن، بعدا برن کلکیلس سال سوم درس بدن یه سال دوم. حالا ما اونقدر رادیکال فکر نکنیم، حالا واقعا هست دا. یعنی بعضی تو فرانسه اینجوری رادیکالن. حالا ما اگه بخوام مثلا یه کمی سنتی تر بریم جلو، یعنی اگه بخوام با اعداد حقیقی شروع بکنیم و بگیم که خب این کلکلس بچه فوری لازم دارن برای درس فیزیکشون و فلان این حرفا، خب چیکار بکنیم؟ خب من فکر کنم اولا که ما باید صادقانه راجع به تمامیت حرف بزنیم، اصلا راجع به اعداد حقیقی حرف بزنیم. این که خط سوراخ نداره این خودش یه مسئله ایست. آقا این که ممیز 999 برابر یکه، این برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن، اصلا چیز بدیهی نیست، اصلا درست یعنی واضح هم نیست. این یه فرضه، این یه فرضه که دقیقا معادل فرض تمامیت اعداد حقیقی. خب این بعضی بچه ها مثلا شون مطرحه واقعا، چرا اینا مساوی هم دو تا نمایش دارن؟ خب این ما باید صادقانه بگیم اعداد حقیقی چی هستن به یه زبونی. من فکر میکنم باید تمامیت اعداد حقیقی رو و این نمایش اشاری رو شرح بدیم. و این کار تو کتاب، حالا این که کتاب تا چه حدی موفق بوده دستم بسته بوده واسه بازنویسی و این چیزا، ولی حالا یه هر حالی کوشش اولیه کردم. من فکر کنم اعداد حقیقی رو باید باش روبرو شد دقیق، و اینو من فکر کنم که خیلی ریاضیدونای خوبم متوجه شدن تو فرانسه تو آلمان، اینا قرن 19 اینا فهمیدن، همشون فهمیدن که باید اگه شما بخواید درست به طور مؤثر حساب دیفرانسیل انتگرال درست بدید، باید روبرو بشی با اینکه عدد چی است و عدد حقیقی چی. خب این مطلب. ولی من همینطور که گفتم پیوستگی و حد واقعا گروی این جریان نیست، بنابراین وقتی که اینا شما درگیرش میکنی، ببین هر جوری اعداد حقیقی و تمامیتش رو میخوای شرح بدی در اون ساعت، یه جوری این ترتیب اعداد هم میاد تو کار، و این ترتیب اعداد واقعا ذهن منحرف میکنه از اینکه بدونیم پیوستگی چیه و حد چیه، برخلاف اون چی که بعضی سعی میکنن تصور بکنن نقطه نقطه چین نیکنن این حرفا. ببین من فکر میکنم، من شخصا به نظرم اومده که مفیدترین راهی که شما میتونید این چیز درس بدید با پیوستگی شروع بکنید و چون تقریب صحبت بکنید. آقا شما میگی که 2 ضرب در 3 میشه 6، میخوای بگی اگه 1 ممیز 998 گرفتی و 2 ممیز 3 ممیز 0.14 گرفتی،
اینا رو که میخوای ضرب کنی چقدر نزدیک شیشه، اصلا چجوری مسئله رو ما تحلیل بکنیم؟ یه مسئله کاملا عملیه، کاملا مهندسیه، کاملا فیزیکیه، یعنی یه چیز خیلی به درد بخوریه. خب این میتونه هم منجر به پیوستگی بشه، هم منجر به پیوستگی یه نواخت بشه. واقعا خیلی مفاهیم اونقدام چیز نیست، اونقدام مغلق نیست، واقعا روزمره است. من کوشش خودم بوده، حالا نمیگم کوشش های من خیلی موفق بوده، واقعا من اگه فرصت داشته باشم بازنویسی بکنم شاید خیلی چیز بهتری بتونم ارائه بکنم رو تجربه. ولی به نظر من میاد که پیوستگی راه درست درس دادنش، هم از نظر محض هم از نظر کاربردی، اینه که راجب تقریب صحبت بکن. یعنی من این چیزایی که تو کتاب آمده فکر شده، یعنی اقلا این فکر اولیه داشتم تجربه. حالا چقدر پیاده شد، درست پیاده شد یا نشده یه مسئله دیگه است، ولی میخوام بگم که یه فکری پسش بوده. حالا که یک سری سوال نوشته بودم که یکی از اونا که شما اصلا کلا ترکوندین، نه تنها ترکوندینش بلکه باعث شدین که من معذرت خواهی هم بهتون بدهکار بشم، برای اینکه یه دستبندی کلی از معلم ها هست که من اینو خیلی جاها مثال زدم تو کلاسم، چون خیلی دستبندی دم دستی، اینکه یه سری معلم هستن که فقط مثلا دوست دارن مثلا چجوری بگم، فرض کن که فرمول با آدمو بگن، واقعیت و فکت ها رو بگن، واقعیت ها رو بگن، این درسته اون درسته. بعد رده بعدی معلمایی هستن که نه تنها این کارو میکنن بلکه در واقع اصلا کل ماجرا رو توی داستان قرار میدن و در واقع ارتباط بین مفاهیم براشون مهمه. خب و من راستش رو بخوای و رده بعدی رده هستن که همیشه نه تنها این کار دومو میکنن در واقع، ولی نسبت به کلاس هم حساسیت دارن. البته من حساسیت نسبت به کلاس الان از شما یاد گرفتم استفاده این کلمه رو. خب و من راستش بخوام شما رو همیشه تو رده دوم قرار میدادم و حتی اینو چندین جا ذکر کردم در واقع در مورد شما، یعنی تو کلاس هم نمیدونم تو جمعای گروه، یعنی من همین الان بخاطر این از معذرت خواهی میکنم واسه اینکه نوع حساسیتی که شما گفتین واقعا خوب یعنی حساسیت وجود داشته. پس این قسمت، پس یه سوال ترکید یه معذرت خواهی هم برای اینجا از طرف من میده. برای امتحان فلسفه خاصی دارین مثلا طراحی میکنین، یا مثلا اینطوریه که خیلی‌ها میگن از سوالات آسون شروع کنیم بریم سوالات سخت؟ یکی از چیزایی که هیچ‌وقت یاد نگرفتم امتحان گرفتن، اون سالهای اولی که درس میدادم مثل خیلی دیگه از مدرسین جوان همیشه چیز میگرفتم، تصور اشتباه داشتم از اینکه بچه چقدر میتونن جواب بدن. واقعا سوالم سخت بود، یه قدم شهرت پیدا کردم به عنوان معلم سختی چون امتحانم سخت بود، بدون اینکه خودم بخوام امتحانم سخت میشد، یعنی یه تصور درستی نداشتم. بنابراین شیوه امتحانم عوض شده دیگه، همیشه یه جور نبوده و من فکر میکنم که شیوه های مختلفی میتونه کار کنه، معمولا هم همش یه نتیجه میده. حالا من توی سالهای اخیر که درس میدادم یه روشی به کار بردم، بیشتر چیزی که درس میدادم آنلاین که درس میدادم این روشی به کار بردم، چون امتحان میان ترمم نمیتونستم به خاطر مشکلات عملی که وجود داره، معمولا یه امتحان حضوری اگه کلاس کوچیک بود امتحان شفاهی میگرفتم. به اخیراً آخرین درسی که دادم درس توپولوژی جبری بود که 30 چند نفر توش بودن و فقط یه امتحان نهایی داشت. خب کاری که کردم تو این درس‌های ترمای اخیر که به نظرم خوب بوده این بوده که در طول ترم یه تعدادی مسئله دادم، گفتم شما این مسئله رو باید یاد بگیرید، هر کاری هم میخوام بکنیم، برین به مرجع مراجعه کنیم، با هم گروهی بحث بکنید، هر کاری میخوام بکنید، ولی من یه برگزیده از اینها را بیشتر امتحان نهایی از این مسائل خواهد بود. اونجا البته حق مشاوره با هم و استفاده از کتاب و جزء و اینا نخواهید داشت، ولی حالا هر کاری میتونیم بکنیم بکنید. و سعی کردم که یه جمع خیلی مناسبی باشه که از همه درس پوشش بده، کوششم کردم امتحان فکرم بکنم که کمابیش جوابی که داده چیز بوده، واقعا نماینده نمایشگر این بوده که بچه ها
چقدر تو این درس مهارت پیدا کردن، چقدر فهمیدن. ولی این یه روشی بوده که تو 2-3 سال اخیر به کار، ولی خب همیشه اینطوری نبوده دیگه. حالا کلاس های انواع اقسام امتحانات داشتیم دیگه، من یه روش خاصم نداشتم، همیشه هم عزا میگرفتم که چجوری امتحان بگیرم. نمیتونم بگم که واقعا به یه نتیجه نهایی هم رسیدم. هیچ یکی این کار هیچ وقت یاد نگرفتم، یکی دیگه یه مطلبی که همیشه واسه من سخت بوده درس دادن ورقه سعی کردن، هم امتحان تهیه کردن برام خیلی سخت بوده همیشه، هم ورقه سعی کردن، ورقه سعی کردن که واقعا وحشت نکنه. چه جوری سعی میکنین؟ کلیتش رو میبینین، بعد مثلا جزئیات رو میبینین، ایده میدین؟ حالا دیگه بستگی داره به درس دیگه، بستگی داره. من در نمره اینطوری هم، تو نمره دادن بچه میگم که ببینید من واقعا یه چیزهای نگاه میکنم ممکنه تأثیر بدم. مثلا فرض کنید که یه دو تا مسئله از هر دو تا 10 نمره داره، ولی یکیش میبینم یه نفر یه راه واقعا جالبی رفته، یه فکر تازه ای داشته، خب من نمیتونم بیشتر 10 نمره بهش بدم، ولی اون جایی که میتونم بهش ارفاق میکنم، اون جایی که شک دارم اونا. برابر این یعنی بهشون گفتم که شما فکر نکنید که حالا خیلی خطیه، مثلا خودتون رو مقایسه بکنید با فلانی، بگید که من در مجموع این نمره رو گرفتم، چرا اون فلانی از من بیشتر گرفته. من نهایت کوشش صادقانه خودم میکنم که منصف باشم ولی و بی‌طرف، ولی به هر حال نظرم رو اعمال میکنم در مورد اینکه گفتم مثلا بهشون میگم شما مثلا رفتین پلوی دکتر میخواین سرش کلا بذاریم بهش ثابت بکنی که یه سرماخوردگی بیشتر نداریم ولی مثلا دچار کووید هستین، اون چیزا رو میدونه، اون عوارض رو میدونه، اون علائم رو میدونه، اون بالاخره سرش کلا نمیره، اون میدونه، میدونه چیه شما مشکلت چیه. بنابراین منم وقتی ورقه واقعا هم همینطوره، شما یه ورقه ریاضی رو نگاه میکنید، استدلالی که یه نفر نوشته نگاه میکنید، کلی چیز میفهمید راجع به اون آدم و که خودش احتمالا نمیفهمی راجع به خودش، فکر میکنه که تونسته به شما یه چیزی رو وانمود کنه در حالی که شما کاملا برات واضحه اون طرف چیکار کرده. نقطه ای بود که با خودتون فکر کنید که این کار نمیکنه، بعد یه کار دیگه کنه، یه خود آگاهی ناگهانی. مثلا ببین در مثلا پیش آمده که مثلا توی یه کلاس یه ساعت با یه روشی شروع کردم، دیدم واقعا این روش کار نمیکنه. حالا گاهی وقتا اصلا اشتباه کردم، دلیل ریاضی کار نمیکنه، ولی گاهی وقتا هم شیوه بیانش شیوه کار نمیکنه. خب مثل هر معلم دیگه سعی کردم یه جوری هموار ماسمالش کنم یا به طور هموار برم توی بحث دیگر یا مثال بزنم یا اینجور. آره پیش اومده، زیاد پیش اومده برام. من اتفاقا هیچ وقت معلم خیلی همواری نبودم، به خاطر اینکه هیچ وقت خیلی برنامه‌ریزی دقیق نداشتم، ولی گاهی وقتا خیلی وقتا شده که کلاس خوب پیش رفته، یعنی حس کردم تونستم ارتباط رو برقرار کنم حتی این کلاس های بزرگ و بهتر از اون چیزی که انتظار داشتم جلو رفته. چه جوری اینو درک میکنین؟ یعنی این درو به خود توی کلاس بزرگ، یعنی چه جوری این یه حسه مثلا این درک کجا از کجا میاد که کلاس خوب داره جلو میره یا نه؟ خب قیافه بچه نگاه میکنی به بچه ها نمیفهمی دیگه، خیلی چیزا رو میشه با حالت صورت بچه ها، میزان توجهشون، به خصوص عقب کلاس نگاه میکنی تو این تالارا وقتی اینا دارن نگاه میکنن یا سوال میکنن، خب میفهمی که آره یه اتفاق خوبی داره میفته. ولی وقتی که میبینی همه یا خوابن یا الان مثلا نیم ساعت از کلاس گذشته، فهم کنی از دست رفته چیکار میکنی؟ من اتفاقا اینو با خودم مواجه بودم، یعنی فکرشو کردم، حتی نمیدونم این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی سناریوش تو ذهنم بوده که اگه همچی اتفاقی افتاده، شاید هم افتاده یا یادم نیست، این همه وقت نده، یه میتونی که خیلی یه کار خیلی صادقانه که آدم هم با کلاس
تعطیل کنیم. یکی آقا من فکر میکنم که من ارتباطم با شما از دست دادم، نمیدونم تقصیر خودم یا تقصیر شما پولم، ولی الان جلسه تعطیل، ولی من میرم و نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه، ولی فکر میکنم قابل چیزه، قابل تحمله، اما نه اینکه بخواد نصف کلاس. یعنی در واقع اینکه مثلا به خاطر اون جمع یا به خاطر اون گروه مثلا فرض کنید که سعی کردین که نمیدونم، من خودم واقعا باید بگم که اینطوری، یعنی اون کلاسی که دارم درس میدم پتانسیل متفاوتی از من کلاس خیلی رو من اثر داشته. گفتم من فکر میکنم این جزء همون حساسیتی که من بهتون گفتم. ببین من تو این دانشگاه شریف که درس میدم میدونم که بچه ها اگر واقعا یه سطح بالای انتظار دارن بچه ها از درس، شما اگه نخوای در اون سطح بالا درس بدی یا یه چیزی یه ارزش افزوده ای نداشته باشه کلاس. من همیشه اینو گفتم با همکارا که خیلی بحث ما داریم سر کلاس، به خصوص اینا که شاکیان از اینکه چرا بچه ها حاضر نمیشن سر کلاس بالای هم، یا آقا کلاس باید یه ارزش افزوده ای داشته باشه. کلاسی که ارزش افزوده نداشته باشه بچه بتونه تو گوگل بره یا تو کتاب بره همون چیز رو پیدا بکنه خیلی خوب و منظم گفته باشه، خب شما به پای تخته می نویسید تعریف فلان فلان این حرفا می نویسید. به یه زمانی دوره قدیم دانشگاه تهران مردم جزوه می نوشتن چون هیچ کتابی نداشتن دیگه، بچه‌ها که زبان خارجی بلد نبودن به اون صورت، تازه کتابی هم اونقدر نبود، موجود نبود، یه چند تا کتاب گرانویل و اینا مثلا در کلکلس بود فلان که همه میگرفتن، ولی کتاب زیادی که موجود نبود تو درس بالتا، بنابراین بچه ها مرجعشون این جزوه استاد بود. استاد میامد عملا مثل کتاب یه چیزی میگفت، اینا مینوشتن و خب اون وقت بچه ها ناچار بودن برن سر کلاس چون از همون جزوه هم امتحان میامد یا شاید از غایب هم میکردن. خب ولی من که اصلا گفتم من به خاطر احترامی که قائلم واسه تعلیم خصوصی دارم، چون نه هیچ وقت حاضر غایب کردم در عمرم، نه میکنم، نه اینکه الزامی دارم که دانشجوی مثلا حتی توجه بکنه، ولی واقعا آدمی بودم که ناراحت میشدم وقتی احساس میکردم بچه گوش نمیدم، حس میکردم یک کمبودی در من هست و به این دلیل که حس میکردم یک کمبودی در کار من هست خیلی سعی کردم خودم رو تطبیق بدم با سطح بچه، و چون سطح بچه ها بالاست توی دانشگاه شریف من حس میکنم این باعث شده که سطح درس هم بره بالا. ولی من مثلا چند سال پیش که فرصت مطالعاتی بودم بودم نیویورک بودم، یه دوستی دارم توی سیتی کالج نیویورک، اینا یه ترم مثلا یه استادشون مریض شده بود نمیتونست بیاد، از من خواهش کرد که برم اونجا درس بدم براش. خب سیتی کالج جایی تو نیویورک بیشتر بچه های کم بزاعت میان چون مجانیه، خب در بینشون تک و توک آدم های خیلی قوی هم پیدا میشه، میگم 9 تا جایزه نوبلی هست تو سیتی کالج در اومده، چند تا ریاضیدان معروف در اومده از اون تو، ولی اکثر دانشجوهاشون خیلی ضعیف. خب اونجا وقتی که من اونجا رفتم درس دادم، خب حس کردم که اصلا یه جور دیگه باید کار کرد دیگه، خب دیگه سطح دیگه باید درس داد، و خب طبعا به نوعی درس دادن خیلی آسون بود چون من از تو ذهنم میتونستم برم همه چیز درس بدم، ولی خب قبلا میباید تو ذهنم خب اینو مرتبش بکنم از این نظر که ببینم که حالا چی جوری اینو بگم که بچه ها فرار نکنن، یعنی بتونم توجهشون رو جلب بکنم. نمیدونم سوال شاید خنده داری بپرس برسه، ولی دوست دارم واقعا صادقانه جواب بدی. یه داستانی از پولیا که پولیا و جان نویمن که پولیا میگه که ببین در واقع یه قضیه یه چیز میکنه میره یه قضیه پاتخته می نویسه، میگه که این اثبات نشد و فکر کنم اثباتش خیلی سخت باشه. فون نویمن که شاگردش بوده 5 دقیقه اونجا کاری نمیکنه، فکر میکنه دستش بالا میکنه و بعد میاد پاتخته قضیه رو اثبات میکنه. بعد پولیا میگه از اون به بعد من دیگه از این میترسیدم، از فون نویمن در واقع تنها آدمی که میگه ازش میترسیدم. آیا تو این کلاسای مختلف آدمی بود که ازش بترس؟ ببین به ترس که میدونی منظورم چیه دیگه، یعنی مثلا
حواسم آره جمع باشه. دانشجوی حالا دقیقا یه اتفاق اینجوری نیفتاده، نمیتونم بگم، ولی خب بودن من کلی، شما خودت میدونی من با کلی دانشجوهای خوب داشتم و شانس من بوده که مثلا توی دانشگاه صنعتی آریا مریا شریف کلی دانشجو خیلی برجسته آمده، بسیار آدمایی بودن که خیلی خیلی در واقع تو لحظات مختلفی من تحت تاثیر قرار دادن با هوش فوق العاده شد. و حالا یه اتفاق اینطوری که من پایتخت یه چیزی بنویسم یا حتی گفته باشم گفتم به اون شدت و حدت چیزی اتفاق نیفتاده باشم، ولی عرضم به حضورتون که چیزهای خیلی شبیهش داشتیم. مثلا حالا نه خیلی شبیهش، من مثلا یه دفعه سر کلاس هندسه دیفرانسیل گفتم که چیز فاکس مثل که درس میداد در پرینستون یه مسئله راجع به انحنای کل گره در فضای سه‌بعدی رو گفته، گفته این مسئله حل نشده است. جلسه بعد میلنر رفته حلش آورده که بعد اول مقاله میلنره که توی انالز چاپ شده. خب ولی اینه که گفتم دو سه روز بعدش حسام حمیدی که دانشجو کلاس بود رفت و حل چیز آورد. بعد من وقت من یه کلیاتی گفتم راجع به روش میلنر. خب دو سه روز بعد حسام حمیدی آمد حل خیلی تمیز و قشنگ یه چیز آورد من داد و کاملا حس کردم که چیزه، نرفته مقاله میلنر رو بخونه وقتی مقایسه کردم. یعنی همون ایده شهودی که من گفتم، حتی ایده مال میلنر بوده، گفتم همون ایده رو گرفته و بقیهش همش خودش در آورده و چقدر قشنگ اکسپوزیشن چه زیبایی داده بود از این موضوع. و مثال دیگه هست داریم، دانشجوی خیلی برجسته ما داشتیم دیگه، حالا من چون اسم هر کسی رو ببرم میترسم که یک کس دیگر به اندازه کافی استحقاق داره اسمش رو نبرده باشم. حالا این اسم حمیدی رو گفتم چون الان یه سنی ازش گذشته خودش دیگه. یکی اصلا در موردش صحبت نکردیم ولی فکر کنم خیلی اتفاقا مهم باشه برای بعدن دانشکده، درس آشنایی با ریاضیاته. من فکر نمی‌کنم هیچ وقت نظرات خودتون رو در مورد این درس جایی گفته باشین، اینکه اصولا چه جوریه، یعنی شما چه انتظاری از این درس دارین؟ یکی دو بار این درس رو دادم. وقتی که ما این درس رو راه انداختیم هدفمون این بود که یه جوری سوشالیزیشن دانشجوهای دانشکده بود تو محیط دانشکده، و به خاطر اینکه ببین بقیه درس رو با بقیه رشته‌ها می‌گرفتن، خواستیم که توی یه درسی باشه که اینا فقط اینا باشن جمع بشن. و بعد اینکه چی کار بکنیم توی این درس، کارهای مختلفی کردیم، یعنی در واقع خود من شخصا تجربه های مختلفی داشتم. یه بار نمیدونم حالا دوره ای که شما گرفتین چیکار کردم، ولی یه بار مثلا من یه موضوع خاص گرفتم، تعدادی درس دادم حول اون موضوع خاص، سعی کردم تو رشته های مختلف ریاضی اینطوری که این ظاهر میشه مثلا حل یه معادله AX مساوی B رو از دیدگاه مختلف رشته های مختلف ریاضی بهش نگاه کردم، که باز میتونی شما وارد یه چیزای در واقع مبحث های بزرگ ریاضی بشین با بهانه AX مساوی B. بعد دفعاتی بود که من از همکارای مختلف خواهش کردم که بیان رشته خودشون رو توضیح بدن چیه، و بعد شنیدم که بازم افراد مختلفی که این درس رو دادن کارهای مختلف کردن. چون یه کار دیگه که من میکردم این بود که گاهی وقتا میخواستم ببینم که معلومات عمومی این بچه ها چجوره، بچه هایی که وارد شدن. خب میدونستم اینا تو کنکور به هر حال بعضشون خوب بوده که تو دانشگاه قبول شدن، یه سری سوال های مالتیپل چویس میدادم راجع به مسائل مختلف، تاریخ، جغرافی، اخترش از رشته های مختلف، حتی تاریخ ریاضی.
مثلا 4 نفر رو میگفتم، مثلا میگفتم مولوی، خیام، نمیدونم ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، اینا رو به ترتیب تاریخ 1 2 3 4 بنویسیم، فکر میکنیم کدومش رو اول بدم کدوم بعد اومده. یا یه سری سوال میکردم که مثلا یه شب نگاه میکنید به آسمون، تعداد یه شب اگه برین توی مثلا فرض بفرمایید بیرون شهر یه جایی که چراغای شهر مزاحمتون نباشه، همه ستاره ها رو بتونید ببینید، ابر هم نباشه، فکر میکنید مثلا تعداد ستاره هایی که میبینید به کدوم یک از این اعداد نزدیکه؟ 2000، 5000، 10000، 100000، ببینم بچه چی. بعد سعی میکردم که ببینم تخمین های عددیشون از مثلا موضوع مختلف چجوریه. یه 20 تا سوال اینجوری میدادم ببینم که وضعیت مثلا بچه ها چجوریه. بعد یه دفعه یه کاری که کردم اینه که اینو دادم اول کلاس، بعد جلسه اول کلاس، بعد آخر کلاس هم دوباره یه چیز مشابهش دادم ببینم که تغییری ایجاد شده یا نه. حالا خیلی هم یادم نیست که چی شد، ولی بعضی یه مختصر تغییر ایجاد شده بود. یعنی بعضی ها انگیزه پیدا کردن که برن دنباله مثلا بعضی این سوال ها یا سوال های مشابه، من حس میکردم که بهتر شد. بیشتر هدف این درس این بود که علتی که ما میگفتیم که مثلا استادای مختلف بیان، میخواستیم بچه ها به این موقع آشنا بشن با دانشکده و جو دانشکده. به این دلیل هم بودش که استادای مختلف رو میگفتیم بیانیم و در رشته هاشون شهر میدن. نمیدونم به اتفاق سوال خوبیه، این شاید بیشتر باید راجعش بحث بشه. من میدونم تجربه های متفاوت تری هم بوده، حالا دقیقا چجوری. من 2-3 بار این درس دادم، یکی 2 بارم دعوت شدم به عنوان استاد مدعو بیام مثلا یه جلسه. من تو این سالها هم خب به عنوان دانشجو تو اون کلاس بودم، هم مثلا به کسرا 1-2 بار کمک کردم، مثلا به عنوان استاد مدعو رفتم. ولی این نکته که شما گفتین من هیچ وقت نشنیدم، این دلیل اصلی این که در واقع این درس اونجا هست، برای اینکه در واقع یه فعالیت اجتماعی درون دانشگاه اتفاق بیفته. واقعا اولین بار بود که این دلیلو شنیدم. ما در واقع فکر میکنم که من بودم از بعد به تاسیس، شاید خدا پیشنهادش کردم اولین معلمی دیگه ای بود که واقعا شما رو به عنوان معلمیش تحت تاثیر قرار بده؟ من یه طوری میتونم بگم که تقریبا هیچ معلم ریاضی من رو تحت تاثیر قرار نداده. گاهی وقتا موضوع کلاس جالب بوده برام. ما خودش مثلا واسه کلاس هفتم که بودیم اولین بار هندسه دیدم، اصلا انگار یه دنیای برای من باز شد. یعنی انگار به همون حالت که توی دیالوگای افلاطونی آمده، انگار که همه این چیزا در نهاد من بوده، حالا داره فقط متبرم میشه، یعنی ظاهر میشه. اینجوری بود واسه من. حالا نمیدونم چقدر اثرش معلم خاص بود یا اینکه، ولی به خصوص در دور اول دبیرستان من یه معلمی داشتم، نه در ریاضی نبود، در چیزهای دیگه بود که خیلی رو من اثر گذاشت. لزوما هم باش رابطه خوبی نداشتم، خیلی هم باش گاهی وقتا دعوا میکردم، حتی باش فکر کنم آخر کار باش قهر کرده بودم بعد از این مدتی باش آشتی کردم. ولی اینجوری که ممکنه یه نفر با پدرش قهر بکنه، میدونی، خیلی رو من اثر گذاشت. یه معلمی داشتیم به نام خسرو رضایی که بعدا شد دکتر خسرو رضایی و دکتر اقتصاد گرفت، میکنم تو سازمان برنامه هم بعدا یه سمت های بالایی داشت در دوران قبل، چون فوت کرده الان. ایشون معلم دروس مختلف ما بود. من این داستان همیشه گفتم، اولین جایی که خیلی رو مؤثر گذاشت درس انشا بود، کلاس هفتم. آمد سر کلاس گفتش که موضوع انشا همتون اینجا بنویسید، این اتاقی که توش نشستین، کلاسی که توش نشستین شرح بدید، توصیف کنید. یه عده شروع کردن اعتراض کردن که آقا این که موضوع انشا نشد، موضوع انشا علم بهتر از یه ثروت بود. گفت خفه شد که من بگم این اتاق رو توصیف کنیم. واقعا همه هاج و واج مونده بودیم که چی یعنی چی این اتاق رو توصیف کنیم. نشست با کمال صبر نشست و خیلی هم بد اخلاق بود، میتونست اخم و تخم کنه، هر کسی میخواست حرکتی بکنه
جلوشو میگرفت و فلان. خلاصه نشستیم یه چیزایی نوشتیم، بعد آخر شهر داد، گفت ببینید شما نمیدید کلاس انشا واسه که نویسنده بشید، نمیدید اینجا شاعر بشید، شما آمدید یاد بگیرید حرف در درجه اول حرفای ساده رو بتونید ساده بنویسید، به دیگران توضیح بدید. بعد وقتی کمی رشد کرد یه چیزایی یکم پیچیده تر، ولی اول ساده نوشتنه، باید یاد بگیره چیزای ساده رو توضیح بدید. خب یه اتاق به شکل مکعب مستطیل توش این تعداد صندلی هستن یا تعداد دانش آموز نشسته، اینا همه قابل توصیفه و واقعا کار کرد رو ما. من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی بود که من در زندگی یاد گرفتم تو کلاس. بعد همین معلم چیزهای دیگه هم به ما درس میداد، مثلا تاریخ و جغرافی رو به ما درس میداد. خب مثلا برای تاریخ همیشه نقشه میورد سر کلاس، آقا اسکندر از اینجا حمله کرد یا فرانی از اینجا دفاع کرد، ما همه تاریخ رو مثلا زنده میدیدیم که چه اتفاق افتاد. و واقعا یکی از جذابترین کلاس های ما کلاس تاریخ بود، همینطور کلاس جغرافی همیشه نقشه بود، همیشه یه چیزایی میگفت که معنی داشت برای ما، حفظ کردن یه سری چیزا نبود. و بعدا مثلا یه دفعه گفتش که آره ما 4 جلسه جغرافی خیلی زیاده برای این کلاس، ما گفتم کلاس 8 بود یا 9، ما اینو در 3 جلسه برگزارش میکنیم، یه جلسه رو میذاریم واسه معلومات عمومی. حالا معلومات عمومی مثلا یه مقدار راجع به موسیقی صحبت کرد، یادم یه دفعه مثلا سمفونی ناتمام شوبرت اومد گذاشت سر کلاس، برای یه دفعه سمفونی سوم بتهوون آورد، کارهای عجیب غریبی میکرد. یعنی اون دوره واقعا مرجع اندیشه، به خصوصی مدرسه مرجع اندیشه بودم، مدرسه بود که خیلی حالت اروپایی دیگه، یعنی حالت معلماش هم معلم های با فرهنگ بودن، یعنی آدم های خیلی جالبی بودن. و بهترین دوره مدرسه من شاید همون دوره اول مدرسه که مثل 7 و 8 و 9 بودی تو مدرسه، واقعا چند تا معلم خیلی جالب توجه داشت. بعدا تو دانشگاه اساتیدی داشته، ولی ببین مثلا من همش برکلی درس خوندم، برکلی هیچ رو آموزش تأکیدی نبود، بعضی استادا بودن که خیلی خوب درس میدادن این چیزا، ولی این که من بگم آموزش کسی من تحت تاثیر قرار داده به اون صورت نه. حالا تو گروه های کوچکتر سمینار ها بود اینا، ولی آموزش بد تا بخوای دیدم حتی از یه دری ریاضیدان های خیلی برجسته. بدترینی که دیدی کدوم بود؟ فقط یه دونه انتخاب کن. ما مثلا یک کلاس نظریه اندازه بود در دوره سال فکر کنم سوم بودم، آره دوره لیسانس، نظریه اندازه، آره دیگه انتگرال اندازه اینجور چیزا بود. دو تا کلاس، دو تا گروه درس میداد. یه گروه یه استادی بود که معروف بود به عنوان معلم بدترین معلم دانشگاه ریاضی برکلیه، ولی ریاضیدان خیلی خوبی بوده، در احتمال اینا آدم معروفیه. ایشون فوت کرده، حالا من نباید پشت سرش حرف بزنم، اسمش دوبینس، کتاب لستر دوبینس که تو احتمال و آمار اینا چیزایی داره، با هم تو هندسه دیفرانسیل هم مقاله داره، اینا معروفی بود. ولی معروف بود که در واقع دیگه اوج معلمی است. بعد من بر واقع ما سوق داده شدیم بیشتر بریم که اون گروه دیگر رو بگیریم. گروه دیگه یه شخصی بود که فراری بود از آلمان شرقی، انگلیسی تازه داشت یاد میگرفت و انگلیسی شما به زور میفهمیدیم سر کلاس، با این حال ترجیح میدادن افراد بیان سر این کلاس. یعنی میخوام بهتون بگم شدت و حدت تو وقت. بعدا با این استادم میومد یه چیزایی میگفت که خیلی سخت بود فهمیدنش. بعدا یادم میاد که ازش پرسیدن که بهش گفتن که آقا یعنی یه کتاب معرفی بکن واسه مرجع، یک چیزی نوشت پای تخته، گفت این کتاب لهستانیه که خیلی خوب.
بعد گفتن اما ما لهستانی بلدی، گفت خیلی شبیه روسیه اگه روسی بلد باشه. حالا از غذا هم کتاب لهستانی ترجمه شده بود به انگلیسی، اما کتاب فکر میکنم ساکسن زیگموند بود ولی اشتباه نکنم، ولی اون نمیدونست که به انگلیسی این کتاب هم وجود داره. یک کار خیلی خیلی سخت معلمی اینه که وقتی دانش آموزی سوال میپرسه نه خیلی کم بگی نه خیلی زیاد. خب حالا چالش من برای شما اینه، این واقعا یه چالش همین موضوعی من، برای اینکه موقعی که توی یکی درسه شما یه مسئله بود که من اون موقع حل نکردم، هنوز هم حلش نکردم، کاری که میخوام بکنیم اینه که شما من یه راهنمایی کنید که من بعد از مصاحبه بتونم حلش کنم. مسئله رو میگم چیه، فعالیت شما اینه که یه راهنمایی به من بکنین که من مصاحبه کنم شد برم ببینم چه خاکی تو سر میکنم با این مسئله. یه نرم ناشی از یک ضرب داخلی ثابت کنید که نرم x به علاوه y به علاوه y به علاوه z به علاوه z به علاوه x کوچکتر مساوی با نرم x به علاوه نرم y به علاوه نرم z به علاوه نرم x به علاوه y به علاوه z. اندازه ای راهنمایی کنید که نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد. ببین این راه حل خیلی نقلی نداره، ولی ببین یکی از مواردی است که من یه دانشجو خیلی با استعداد تونستم تشخیص بدم. حالا من چند تا راه برای این میدونم، حالا به شما یه راهنمایی خواهم کرد. ولی یه کسی واقعا من رو به تعجب انداخت با حلش، چون این بامزه ترین حلیه که من دیدم از این، و اون آقای فریدون رضاخانلو بود. اون میدونی چی کار کرد؟ فضای سه بعدی رو گفت سه تا بردار داریم دیگه، حد اکثر اینه که مستقل خطی هست، یه فضای سه‌بعدی تشکیل میدن دیگه، یا حتی کمتر، به هر حال تو یه فضای سه‌بعدی هست. من این فضای سه‌بعدی رو میشونم تو فضای چهار‌بعدی. تو فضای چهار‌بعدی کواترنیون ها رو دارم که حاصل ضرب براشون هست. بعد از حاصل ضرب کواترنیون ها استفاده کرد و اینکه قدر مطلق حاصل ضرب میشه حاصل ضرب قدر مطلق، از این استفاده کرد یه راه حل، یه حل نصف صفحه‌ای داد با امبد کردن این مسئله تو فضای چهار بعدی، که این واقعا خب خیلی خیلی ابتکاری و جالب بود. ولی خب این چیزی نیستش که من بخوام به عنوان راهنمایی بگم، ولی خب این مسئله چیز داره، تعمیمای زیاد داره، به هر تعداد زوج و فردی شما بردار بگیرید، ایکس یک تا ایکس این تو بردار بگیرید، بعد یه بار یه جا بیاد مجموعه های زوج اینا رو بگیرید، یه بار بیاد مجموعه فرد اینا رو بگیرید، مجموعه فرد یک تعدادش بیشتره از مجموعه زوج، و اگه قدر مطلق یعنی طول بردارهای چیز رو بگیرید، زوج رو بگیرید، کوچکتر میشه از اونجا. حالا مقاله های هست راجع به اینا، خیلی چیز مسئله ساده ای نیست، مقاله های هست راجع به این چیزا که بهش میگن نامساوی هلافکار. اینو من وقتی سال اولی که برکلی بودم استاد بود که فوت شده دادن کرده، از یه درس آنارز بستا کلکیلس میگرفتیم، اینو به عنوان یه مسئله چالشی داد بهمون که من حل نکردم، فقط من یه حالت خاصیش فقط حل کردم. یه نفر دیگه بود که حالت کلیش حل کرد توی راهی که باز من چند تا دانشجو دیدم حل کردن. بعدن هم خودم یه راه حلی پیدا کرده بودم وقتی درس میدادم، فکر میکنم همون راه حلی بوده که قبلا اون دانشجوی پیدا کرده بوده که من پیدا نکردم، یه نفر دیگه تو کلاس پیدا کرد. ولی اونم یه راه حلی نیست، این راه حل نقلی نیست که من، ولی همه راه حلایی که این نسبت از ساده که من راه حلایی که من بیشتر راه حلایی که من میدونم اینطوری است که اول یه تساوی ثابت میکنن بعدن نام. غیر از فریدون رضاخانلو بقیه دانشجوهایی که تونستن این حل بکنن اینطوری حل کردن. فکر میکنم شاید راه حل رضاخانلو هم از این استفاده میکنه، اولین تساوی رو ثابت میکنن که اگه شما توان دوم بذارید اون نامساوی تبدیل میشه به تساوی، از اون استفاده کنید. حالا اگه بخوام راهنمایی بکنم اینه، اول توان دومای دو طرف رو ثابت کنید با هم برابرن،
بعدا از این استفاده بکنید نامساوی رو نتیجه بگیرید. اونم خیلی ساده نیست با این حال، ولی که الان مهمترین اتفاقی در واقع معلم شاگردی برای من افتاد، برای اینکه یه سری خیلی خوبی که همیشه یه معلم میتونه به شاگردش بده اینه که تو تنها نیستی. نه خیلی کم بودن، نه انگوش شمار بودن کسانی که ابتلا حل کردن. من همیشه اینو میدادم به کلاسم. آره و آره، حالا یه راه حل دیگه من بعدا پیدا کردم که اون این است که چیز عجیبی که من بعدا قبلا راجعش فکر نکرده بودم، با استفاده از ضرب لاگرانژ هم میشه حلش کرد. مطابق درست فکر بکنید چجوری چی رو به عنوان ضابطه بگیرید و وقت میتونید حلش کنید. تون میخواین چیزی اضافه کنین تا دلتون بخواد وقت دارم. رابطه حرف زدن و ریاضی، رابطه کلام و ریاضی، یکی از چیزهایی که کدوم از نظر فلسفی خیلی جالب بوده دیگه. میدونید که مثلا براور خیلی معتقد بود که ریاضیات یه فرایند غیر کلامیه، برخلاف منطق گرایان که پوزیتیویست ها اینا که خیلی کلامی راجع به ریاضی صحبت میکرد. و من چیزی که دوست دارم این روزا بگم اینه که مثل که براور درست میگفته، با این تحقیقات جدیدی که تو نیوروساینس و اینا داره میشه فهمیدن که واقعا یه مراکز یا یه نتورک های جداگانه ای هست برای ریاضی از زبان، یعنی قسمت سمانتیک ریاضی و قسمت سمانتیک زبانی تو ذهن جدا از همه. گفتم یه آزمایشی است که ما خیلی دوستم به همه بگم اینا، چون خیلی کار جالبیه. این تو فرانسه شده چند سال پیش و چاپ شده. اینا کاری که کردن اینه که یه گروه ریاضی کار داشتن، ریاضیدان، و یه گروه مشابه، آدم های استاد دانشگاه که علوم انسانی بودن، به اینا یه سری سوال معماگون ریاضی دادن، سوالایی که میتونستن، یعنی صورتش رو میفهمیدن حتی اونایی که استاد ریاضی نبودن ولی مادم های تحصیل کرده ای بودن. خب بعد با این FMRI و این چیزا بهشون کلی الکترود وز کرد و اینا، میخواستم اینا کجاهای مغز اینا شروع میکنه روشن شدن اینا. و چیزی جالبی که فهمیدن اینه که این ریاضی کارا خب یه جاهای مغزشون روشن میشه ولی اون جاهایی نیستش که قسمت سمتیک زبانی نیست، ولی اون غیر ریاضی کارا اون قسمت های سمتی زبانی شروع روشن و چیز. و این بازی تایید دیگری است که واقعا فرایند ریاضی شاید یه فرایند زبانی نیست. ولی مثلا بازی یه چیز جالب این بود که مثلا اینا خواستن ببینن که مثلا هندسه دانا و غیر هندسه دانا در بین ریاضی دانا اینا برخوردهای جداگانه دارن یا نه، و اقلا تو این آزمایش محدودی که اینا کردن دیدن نه تفاوتی آنچنانی نیست. حتی مثلا ریاضیان های کور که بررسی میکنن، نابینای هستن که بررسی کردن، اینا هم اینطوری، یعنی اینطوری نیستش که قسمت های هندسی لزوما قسمت های با قسمت های بینایی شما رابطه داشته باشه، با اینکه ما فکر میکنیم داره. البته میگن هندسه دان های بینا یه مختصری اون قسمت بیناییشون یه حرکتی داشت ولی عمدتا نه، چه هندسی دان چه غیر هندسی دان جای دیگه بودی. البته هنوز اینا میدونی آزمایش هنوز تو مرحله خیلی ابتداییه، خیلی کار نشده روی این مسئله، ولی من فکر میکنم که علال اصول یه جور مهر تاییدی میتونه باشه برای اینکه ما ریاضی ها خیلی سعی نکنیم کلامی درس بدیم. که اینو گفتین، حتی یه به خصوص یه جمله‌ای گفتین که بعد من خیلی جالب بود، این که از کلام بعد به طور درست استفاده بشه. واقعا ممنون. خیلی ممنون از شما.